سرخط خبرها، اوکراین 2/3 تانک‌های آمریکایی را از دست داد. حمله موشکی القسام به تل‌آویو. ادامه درگیری‌ها در منطقه کورسک، حدود 6000 سرباز اوکراینی کشته شدند. و گمان زنی تازه درباره زمان حمله ایران به اسرائیل. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید به سرویس خبری این ساعت. برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار جهان کانال رو سابسکرایب کنید. اوکراین 2/3 تانک‌های آمریکایی را از دست داد. مجله میلیتری واچ گزارش کرد. اوکراین 2/3 تانک‌های آبرامز M1 ارسالی از سوی آمریکا را تنها در کمتر از یک سال از دست داده است. اوکراین در نبرد با روسیه 20 تانک از 31 تانک آبرامز 1 را که واشنگتن برایش تامین کرده بود از دست داده است. بر اساس گزارش این مجله، چند تانک آبرامز در منطقه کورسک روسیه منهدم شدند و تصاویر آن در کانال‌های تلگرامی روسیه نیز منتشر شد. به نظر می‌رسد این اولین تانک آمریکایی باشد که توسط اوکراین در جریان تهاجم مستمر به قلمرو روسیه منهدم شده باشد. پس از آنکه این تانک‌ها در اولین رویارویی با نیروهای روسی در فوریه تا آوریل 2024 متحمل خسارات سنگین شدند، اوکراین آنها را به یک زره انفجاری مجهز کرد. اما میلیتری واچ گزارش کرد تانک آبرامز نمیتواند در برابر پرتابی از یک سیستم موشکی ضد تانک دستی مقاومت کند. این مجله همچنین یادآوری کرد که نیروهای اوکراینی که تانک‌های آبرامز M1 را اداره می‌کنند، قبلا به رسانه‌های غربی در مورد مسائل فنی از جمله آسیب‌پذیری قطعات الکترونیکی شکایت کرده بودند. وزیر دفاع روسیه نیز شنبه گزارش کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها و حملات به کورسک در 6 اوت، اوکراین بیش از 5550 سرباز و صدها واحد تجهیزات نظامی خود از جمله 71 تانک را از دست داده است. حمله موشکی القسام به تل‌آویو. گردان‌های شهید زدین القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، در اطلاعیه اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین منطقه ریشون در قلب تل‌آویو را با موشک هدف قرار گرفتند. گردان‌های شهید زدین القسام در این اطلاعیه افزود در پاسخ به جنایات دشمن اسرائیلی علیه غیر نظامیان فلسطینی و کوچاندن آمدانه فلسطینیان در نوار غزه، شهر اشغالی تل‌آویو را با موشک مقادمه M90 هدف قرار دادیم. حمله القسام به تل‌آویو با وجود گذشت 324 روز از جنگ علیه غزه انجام شده است. ابو عبیده، سخنگوی نظامی گردان‌های شهید زدین القسام، شاخه نظامی حماس، پیشتر در اظهاراتی گفت هیچ امانی برای دشمن صهیونیستی از مجازات و هیچ محدودیتی برای امکان ضربه زدن به آن در هر نقطه و در هر جبهه وجود ندارد. سخنگوی نظامی گردان‌های شهید عزالدین القسام در واکنش به عملیات پاسخ اولیه حزب الله به ترور فؤاد شکر، فرمانده جهادی حزب الله لبنان، در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: ما پاسخ اولیه برادران حزب الله به ترور فرمانده فؤاد شکر را تبریک می‌گوییم و از فداکاری‌های ارزشمند مردم و مقاومت قهرمان لبنان قدردانی می‌کنیم. وی افزود عملیات حزب الله لبنان بار دیگر بر تغییر واقعیت راهبردی اسرائیل از زمان عملیات طوفان الاقصا تاکید کرد. ابو عبیده تاکید کرد تا زمانی که حملات علیه ساکنان غزه و مردم فلسطین ادامه داشته باشد، همه جبهه‌ها برای مقابله با دشمن شعله‌ور با دشمن درگیر خواهند شد. جنبش حماس پیشتر نیز در بیانیه‌ای پاسخ منحصر به فرد و بزرگ مجاهدین حزب الله به جنایت ترور فؤاد شکر و جنایات و تجاوزات مستمر در نوار غزه و لبنان که با هدف قرار دادن چندین مرکز حیاتی و استراتژیک در عمق اسرائیل انجام شد را تبریک گفته بود. حماس اضافه کرد: ما تاکید می‌کنیم که این پاسخ محکم و متمرکز که به عمق اسرائیل اصابت کرد، سیلی به صورت کابینه اسرائیل فاشیست است. در این بیانیه همچنین تاکید شده است عملیات حزب الله حامل این پیام است که تروریسم و جنایات آن علیه ملت‌های فلسطین و لبنان بی پاسخ نخواهد ماند و اسرائیل به اهداف و برنامه‌های تهاجمی خود نخواهد رسید. جنبش حماس در ادامه حملات تجاوزکارانه اسرائیل به جنوب لبنان آن را به شدت محکوم کرد. ادامه درگیری‌ها در منطقه کورسک. حدود 6000 سرباز اوکراینی کشته شدند. وزارت دفاع روسیه از ادامه درگیری‌ها در منطقه کورسک خبر داد. درگیری‌هایی که طبق اعلام این وزارتخانه
طی هفته‌های اخیر به کشته شدن بیش از 6000 نظامی اوکراینی منجر شده است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد صبح امروز در حالی که کیف قصد انجام عملیات تروریستی علیه مواضع سوریه را داشت، سامانه پدافند هوایی این کشور یعنی روسیه دو فروند هواپیمایی بدون سرنشین اوکراینی را بر فراز منطقه کورسک رهگیری و منهدم کرد. نیروهای مسلح ارتش روسیه نیز به محل استقرار موقت نیروهای مهاجم و تجهیزات نظامی اوکراین در 147 منطقه حمله کردند. وزارت دفاع روسیه افزود از آغاز حمله به منطقه کورسک 16 مرداد تا کنون نیروهای اوکراینی خسارات نظامی و تلفات جانی سنگینی را متحمل شدند. آمارها حاکی از آن است که افزون بر 5800 سرباز اوکراینی در این عملیات حدود دو هفته ای کشته شدند. دولت کیف در نتیجه حملات اخیر 72 تانک، 58 نفر بر زرهی، 383 خودروی زرهی، 11 سامانه پرتاب موشکی و 9 ایستگاه جنگی الکترونیکی را از دست داده است. ارتش روسیه در بیانیه اعلام کرد که عملیات برای انهدام واحدهای نیروهای مسلح اوکراین همچنان ادامه دارد. نیروهای اوکراینی روز سه‌شنبه 6 آگوست 16 مرداد با عبور از مرز روسیه وارد خاک این کشور شدند و منطقه کورسک روسیه هدف حمله گسترده کیف قرار گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 17 مرداد حمله اوکراین به زیرساخت‌های غیر نظامی در کورسک را محکوم کرد و آن را اقدام تحریک‌آمیز بزرگ خواند. و گمان زنی تازه درباره زمان حمله ایران به اسرائیل، آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی از احتمال حمله ایران به اسرائیل در روزها و هفته‌های آینده خبر داد. آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، پاسخ ایران ممکن است در روزها و هفته‌های آینده علارغم تعویق چند هفته‌ای آن انجام شود. این رسانه به نقل از مقامات اسرائیلی افزود ورود هیئت ما به مذاکرات قاهره نشانگر این است که اسرائیل علاقه‌ای به تشدید تشنج و تنش در شمال ندارد. در همین حال اردن نیز در واکنش به حملات حزب الله در پاسخ به ترور فؤاد شکر گفت احتمال دارد تشدید تنش در لبنان به جنگ منطقه‌ای منجر شود. ممنون از اینکه تا پایان این بسته با ما همراه بودید.